یکی از چیزهایی که من به شخصه خیلی دوست دارم نحوه استفاده از Alt توی فاینال کات هست. اگر شما قبلا کار ادیت کرده باشید حتما با این قضیه درگیر بودید که مثلا ممکن من بخوام این کلیپ رو جابجا بکنم و همونطور که شما می‌بینید صداش باهاش جابجا میشه، اما من نمیخوام صداش باهاش جابجا بشه و در واقع میخوام فقط کلیپ رو انتخاب بکنم، تصویر رو. برای این کار همونطور که توی درس‌های قبلی دیدیم باید من بیام اینجا لینک رو بردارم و اینو جابجا کنم، یا اینی که صدا و تصویر رو بیام از مادیفای و لینکش رو بردارم که کاملا از هم جدا بشن. اما یه راه راحتری هم وجود داره که اگر من موقعی که میخوام روی این کلیک بکنم و انتخاب بشه، به جای اینکه کلیک بکنم اگر Alt رو نگه دارم و کلیک بکنم، همونطور که شما دیدید فقط تصویر انتخاب میشه. حالا من اگر بخوام میتونم با زدن دکمه بالا، معذرت میخوام، با زدن Alt و بالا این کلیپ رو یه ترک بالاتر یا یه ترک پایین تر بیارم. Alt بالا، Alt پایین. یه نکته جالب دیگه یه در مورد Alt وجود داره، اینه که اگر من فرض کنیم که ما از جای این کلیپ خوشمون نیومده و میخوایم به جای این کلیپ بذاریمش، در واقع میخوایم این کلیپ رو عقب بیاریم و این کلیپ رو جلو ببریم، خب برای این کار شما باید این کار رو بکنید، بعد این کار رو بکنید، بعد این کار رو بکنید. اما به جای تمام این راه ها شما میتونید این کلیپ رو انتخاب کنید به اون جایی که میخواید ببرید و بعد از اینکه اون جا رو مطمئن شدید از وجودش، Alt رو نگه میدارید. پس اولش Alt رو نگه نمیدارید چون خیلی فرق میکنه اگه اولش شما Alt رو بزنید. اگه قبل از کلیک کردن Alt رو بزنید، فقط صدا یا فقط تصویر رو میتونید انتخاب بکنید. اما اگر وقتی کلیک کردید، جابجا کردید کلیپ رو و بعد Alt رو نگه داشتید، میتونید جای کلیپ ها رو با هم عوض بکنید. به طور مثال من میخوام اینجا این کلیپ رو بیارم، به جای کلیپ قبل Alt رو نگه میدارم و همونطور که شما دیدید جابجا میشه، یا این کلیپ به جای کلیپ قبلی Alt رو نگه میدارم و این دوتا کلیپ جاشون با هم عوض میشه. این نکته رو خدمتتون بگم که Alt در موردهای دیگه هم کار میکنه. به طور مثال اگر من اینجا چند تا کلیپ نامنظم هم حتی روی هم دیگه داشته باشم و روی 4-5 تا ترک مختلف هم باشند، یعنی روی یه ترک نباشند، با Alt باز همون کار قبلی که دیدید رو میتونم انجام بدم. یعنی من میتونم بیام اینجا این کلیپ ها رو انتخاب کنم و با Alt همه اینها رو یه ترک بیارم بالا یا یه ترک بیارم پایین. یه نکته دیگه هم وجود داره که شما اگر با کلیک ماوس بخواید این کار بکنید، فرضاً ما بخوایم خود این کلیپ رو یه پله بیاریم بالاتر، اگر شما بخواید میتونید خب با Alt روش کلیک بکنید و Alt بالا رو بزنید. اگر نه، شما اگر این کلیپ رو جابجا بکنید و بخواید جاش دقیقاً همون جایی باشه که قبلا بود، به محض نگه داشتن Shift، همونطور که میدید من اینجا Shift رو نگه میدارم، من Shift رو میزنم و همون جایی میاد که قبلا بود. یعنی من اگر اینو الان مثلا اینجا هم ببرم و Shift رو بزنم، باز از نظر زمان بندی توی همون زمانی قرار میگیره که قبلا وجود داشت.